سلام، شب چلتون مبارک باشه. بعد امشب که طولانی ترین شب ساله، بازم خورشید خانم در میاد و همه جا رو گرم میکنه. بله ایشالله به همین زودی ها شب سیاه و طولانی آخوندا هم تموم میشه، بگین ایشالله. البته از حق نگذریم، این آخوندا اگه به خودشون بود میخواستن چند قرن حکومت کنن، اما به همت جوانای قیام حالا عزای مرگشون رو گرفتن. خشم مردم پنهان است. مردم گرده دارن، یک ملت گرده دارد، ظرفیت تحملش بالاست، اما خدای نخواسته اگر منفجر شد هیچی نمیتونه جلوشو بگیره. اگر خدای نخواسته دولت به معنای حسد و قوه، مجلس قوه مجریه و قوه مقننه، اگر اینها به مردم بیتوجهی یا کم توجهی کنن، معلوم میشه خواهد شد. برمیگردیم نه به اونجایی که بودیم، اونجا که جای عجیبی خیلی نبود، برمیگردیم به جایی که خدا میدونه چه خواهد شد. پوستمون رو میکنن، گوشتمون رو میخورن، استخوانمون رو خرد میکنن. دیدید این چند روز که فرصت پیدا کردن، یکی دو روز چند ساعت چیکار کردن؟ یکی به این یارو بگه اینقدر نترسه و نلرزه، مرگ یه بار، شیونم یه بار. آخه یه حکومت دوزاری دارین که دارین اونم از دست میدین، این همه شیون و زاری داره. خداییش حکومت به کدوم دیکتاتور وفا کرده که به عوضی بکنه؟ ها؟ به شاه، به مبارک، بن علی یا قذافی؟ ها؟ در این مقطع زمانی از انقلاب که هستیم، تمامی تهدیدات ممکن علیه انقلاب اسلامی جاری و ساری از طرف دشمنان بر علیه ما. تهدید نظامی بالای سر ماست، تهدید امنیتی رو داریم میبینید، از هر فرصتی استفاده میکنن که ایجاد ناامنی کنن در کشور. تهدیدها و فشارهای اقتصادی با این هدفه که مردم تو فشار قرار بگیرن و مردم دست از این راه بردارن. دبیا میگه تموم تهدیدات ممکنه علیه نظام ولایت جاری و ساری بشه. بی خیال همه تهدیدات ممکن، اصل تهدید سرنگونیه. با بس بابا جون، آره. این یارو جعفری بریده از این میترسه که نظام رپتی پتو. بله آخه خودشون هم خوب میدونن چی در انتظارشونه. ملاحظه بفرمایین، کارشناسای ریز و درشت رژیم دور همی گذاشتن به نام آتش زیر خاکستر، تا ببینن چه خاکی یا خاکستری باید رو سر خودشون بریزن. ببینین چی گفتن. شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، نشان دهنده فقدان جنبش های نماینده تحولات اجتماعی بود. 85% مردم ناراضی هستند و برای آنها روحانی و فلانی فرقی نمی کند. جوانان بین 18 تا 29 سال از همه گروه های سنی ناراضی تر هستند. اکثر معترضین کسانی هستند که ظرفیت شوک افزایش قیمت بنزین را ندارند و زندگی روزمرهشان مختل می شود. این وضعیت بی عدالتی اگر هر چه جلوتر برود، اوریانتر و خشنتر شود، چشماندازی برای آینده باقی نمی گذارد. بای 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 بای، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. بابا جون ملاحظه میفرمایید که مهرهای ریز و درشت نظام هم اعتراف میکنن که قیام ادامه دارد و هرچه جلوتر میرود انقلابی تر هم میشود. از اون مهمتر هیچ چشماندازی هم واسه نظام نیست که نیست. دم جوونای قیام گرم
که نظامو به خاک سیاه نشوندن. ماشاءالله دوستان عزت زیاد. Oh.